سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 11 مهر ماه همراه ما باشید. بازار غیر رسمی ایران روز چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را 15000 تومان تعیین و هر یورو را به قیمت 17300 تومان به فروش گذاشته. ساعتی بعد ارزش دلار به کانال 14000 تومان بازگشته. سردرگمی در این بازار همچنان به چشم میخورد. اصلا واقعی نیست. شما تک تک این صرافی‌ها تشریف ببرید، هیچ کدومشون نمیفروشن. حتی اونایی هم که نرخ زدن پشت ویترینشون به اون قیمت نمیفروشن. فقط بهونه‌ای شده که بتونن بخرن. دولت فرانسه روز سه‌شنبه با متهم کردن ایران به طراحی یک حمله تروریستی در خاک این کشور اعلام کرد. پاریس در انتظار ارائه توضیحاتی در این زمینه از سوی تهران است و تا روشن شدن این موضوع سفیر جدیدی در تهران معرفی نخواهد کرد. شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای هشدار داد تهران باید بداند که این رفتار غیر قابل قبول تحمل نخواهد شد. دولت دونالد ترامپ از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است ادعای نتانیاهو مبنی بر وجود یک انبار مخفی هسته‌ای در تورغوزآباد را بررسی کند. نخست وزیر اسرائیل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرده که ایران یک انبار هسته‌ای در منطقه تورغوزآباد در جنوب تهران دارد. در پی تجمع‌های اعتراضی کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در روزهای گذشته، آنان امروز هم در مقابل این بیمارستان با سر دادن شعار به عدم دریافت ماها حقوق خود اعتراض کردند. امروز 11/7/97 کرج، اعتصاب کارکنان بیمارستان امام خمینی. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند حکم موقت خود را در پرونده شکایت از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده و از واشنگتن خواست تحریم‌هایی را که خدمات و نیازهای اساسی و امنیت هوایی ایرانیان را در خطر قرار می‌دهد لغو کند. رسانه‌های عربستان اعلام کردند یک قایق ماهیگیری در این کشور در آب‌های خلیج فارس هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. در این حمله دست کم 3 نفر از سرنشینان این قایق ماهیگیری مجروح شدند. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور روز شنبه راهی پیونگ‌یانگ خواهد شد تا در خصوص خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مذاکره کند.